سلام علیکم، حال شما، احوال شما خوبین؟ خوشین، سلامتین؟ من خیلی وقته که با شما ایزان دیدار نداشتم و دلم هم براتون تنگ شده. قبلا می اومدم یه برنامه براتون میذاشتم که بچه ها می اومدن میخوندن، آواز میخوندن و خیلی کیف میکردیم، کیف میکردیم واقعا از خوندن این بچه ها. تو این چند وقته خیلی سر و صدا و جنجال و حرف و حدیث و فکر میکنم کسی دل شکسته تر از من الان باشه، واقعا دل شکسته. این حس حقیقی منه، حس واقعی منه، با زبان خودم صحبت میکنم، همونجوری که همیشه صحبت میکنم با تو. ممکنه آدم توی زندگیش تصمیماتی بگیره و اون تصمیمات باعث بشه که هم خودش ناراحت بشه، هم خانوادهش ناراحت بشن، هم دوستانش ناراحت بشن. خب گذشته رو که نمیتونم تغییر بدم، گذشته در گذشته مانده. اما اگه معذرت خواهی کردم برای ساختن ترانه هایی که اسم بردم، اول از خانوادم بوده که واقعا من خیلی اذیتشون کردم با ساختن این آهنگ ها. چرا که خب قبل از اینکه من این همکاری رو شروع بکنم با همه دوستان خواننده کار کرده بودم، مرحوم بانوم هستی، آقای ستار، خانم فروهر، خانم شهره، آقای شهرام شبپره، آقای شهرام سلطی، آقای منصور، خانم ناهید، خانم سوزان روشن. اگه اسمی رو از قلم بندازم خب بذاریم پای الان تو حافظم نباشه، ولی هیچ وقت این همه مشکلات و دردسر برام نبوده. خب درک میکنم کار بزرگتر مشکلات بزرگتر هم داره، اما خب خانواده من خیلی اذیت شدن. من نمیتونم کامنت ها رو بخونم، اگه کامنت ها رو بخونم حواسم پرت میشه، متاسفانه کامنت ها رو نمیبینم. دوستانی که کامنت میذارن بدونن که من نمیتونم ببینم و بعد حرفم بزنم، نمیتونم تمرکز کنم. خب یه گفتگوی انجام شده، یه گفتگوی انجام شده که این گفتگو اول باید ببینیم که از بابت ادبی، اجتماعی، هنری، سیاسی چه سطحی داشته، سطح این گفتگو چی بوده. من فکر میکنم همه شما موافقین که بسیار گفتگوی بد و زننده‌ای بوده. وقتی کنار یک برجت از اعتبار خانم آتشین، از شهرتشون، طرفدارانشون، هنرشون نمیشه گذشت، یعنی هر کس بخواد درباره هنر کسی صحبت بکنه، من فکر میکنم بی‌انصافیه که از هنر خانم آتشین کسی بتونه بگذره. اما وقتی در کنار یه همچین آرتیستی با سابقه 50 سال میشینی و صحبت میکنی، من فکر میکنم نباید هدفمند از قبل طراحی شده تحت نفوذ کسانی بشینی و گفتگو بکنی. این گفتگو بیشتر شبیه درد دل مثلا دو تا خانوم نشستن حالا هم دارن درد دل میکنن و این سطح درستی نداره. این گفتگو از اول من از گفتگو بگم که هما سرشار بسیار بد و زننده در این گفتگو رفتار کرد. حالا چه کسانی پشت این قضیه هستن که وادار کردن
هما سرشار رو یا نمیدونم. بالاخره یه گروه تبهکاری مسلماً در این ماجرا دخیلن که همه بد، همه بد از اول تا آخر و فقط یه نفر خوب. آگاهی مردم در این زمینه فکر میکنم روشنه. این که شما یه هنرمند رو بشونی باش مصاحبه کنی، معتاد بودی، شوهر اینو دزدیدی، آخه این حرفا، ببین من فکر میکنم یه هنرمند در سطح خانم آتشین باید آموزگار جامعه باشه، باید عشق از خودش منتشر کنه، باید بزرگی کنه، باید من باید میگم یعنی نظرم اینه، نه اینکه بایدشون، نه باید من، منظورم اینه که نظر من اینه بهتره آموزگار جامعه باشه، یعنی به نسل جوان یاد بده که چجوری میشه بزرگ بود و بزرگ موند. اما در این گفتگو شما از همه چی حرف زده میشه به جز هنر. خب یه هنرمندی در سطح خانم آتشین، خب بازیگر خوبه، خواننده خوبه، راجب آثارش صحبت کنیم، راجب اینی که خانم سرشار بیاد ظالمانه بگه ضعیفترین، به نظر من تاریکترین و ضعیفترین نقطه زندگی خانم آتشین همین گفتگو با خانم سرشاره، یعنی تاریکترینشه. و من فکر میکنم اگر یک کسی میخواست دشمنی هم بکنه نمیتونست تا این حد ضربه بزنه. تاریک ترین بخش زندگی خانم آتشین همین گفتگو. من میخوام به هما سرشار بگم شما نسلی هستید که مربوط به قبل از شورش 57 یا انقلاب 57، اسمش هر چی هست، شما نسلی هستید که مربوط به اون دوره اید. اون دوره مردم ما آزادی داشتن، آگاهی نداشتن. اما همای سرشار، امروز مردم آگاهی دارن و آزادی ندارن. شما خیلی مردم رو دست کم گرفتی، شما به شعور مخاطب توهین کردی، شما فکر کردی اگه بشینی جلوی دوربین دیگران رو، همه رو از دم، حتی فرزندشون دیگه. این ظالمانه ترین بخش این گفتگوه. میدونیم من دل خوشی از کامبیز ندارم، ولی ظالمانه ترین بخشش همین بخش فرزندش بود و این رفتار جلوی دوربین که تمام دوستان، تمام همکاران رو، همه کسانی که ممکنه در آینده بتونن کمکی به ایشون بکنن رو هدفمند از ایشون خواستین دور بکنین. چرا؟ برای اینکه تنها بمونه و در دست گروه تبهکار هر کاری میخوام باش بکنن. این من اول میپردازم به هما سرشار که 250,000 دلار، من از برنامه آقای شهرام همایون شنیدم، 250,000 دلار پول دادم برای این مصاحبه. آخه یه مصاحبه چه بهره مالی میتونه داشته باشه که 250,000 دلار براش پول بدم به کسی که این مصاحبه رو تهیه کرده؟ بوی بدی میاد، یعنی بوی بسیار بدی میده این ماجرا. شما تمامی گذشته یک خواننده، یک هنرمند بزرگ رو بیای و نابود کنی، تو زن
شوهر اینو دو میگن دزدیدی، شوهر اون دزدیدی، اینجا تریاکی بدی اونجا. بابا این حرفا، این حرفا اصلا برای مردم جالب نیست. اصلا این حرفا نسل امروز که همای سرشان، نسل امروز اصلا شما رو نمیشناسه. شما به وسیله این گفتگو بوده که خودتو مطرح کردی، وگرنه نسل امروز که اصلا شما نمیدونی کی هستی. که این که بیای راجع به آثار دیگران ظالمانه، من بخش کار من اصلا من صحبتی ندارم، دفاعی هم ندارم. ولی شهریار قنبری یکی از مفاخر ادبی ماست، زویا زاکاریان همینطور. شما چطور میتونی همای سرچار یه کار پر از تقلب و پر از غلط رو یه کار قوی بخونی و ترانه‌های زیبای این مفاخر ادبی ما رو ضعیف‌ترین بخش زندگی ایشون بدون؟ من برای همین معذرت میخوام. شاید اشتباهی گرفته بودم اون کسی که قرار این ترانه ها رو بخونه، نمیدونستم، شاید فکر میکنم یه کسی دیگه است. شهریار قنبری وارد این همکاری نمیشد. با سختی بسیار شهریار، ایشالله زنده باشه، هست، با سختی بسیار من شهریار رو آوردم و راضی کردم که کار کنه با خانم آتشی. شهریار زنده است، میتونه بگه. آیا تاریک ترین و ضعیف ترین بخش زندگی خانم آتشین اون آثار در دوره همکاری با منه؟ این ظالمانه ترین و هدفمند ترین کامنتیه که در اون گفتگو بود. خانم سرشار هدفمند با طرح قبلی این حرفو به نوعی تحمیل کرد به خانم آتشین و یه گروه تبهکار ناجور و بی سواد. امروز سطح سواد مردم ایران بسیار بالاست. اونا میدونن چه متنی غلط داره، چه متنی غلط نداره، کدوم موسیقی خوبه، کدوم موسیقی بده. شعور مردم رو دست کم گرفتی. من هرگز از بابت ساخت اون آهنگ ها و سپردن به یه هنرمند خواننده درجیه که مثل خانم آتشین پشیمون نیستم. برای که هنوز معتقدم ایشون بسیار خواننده خوبیه. من هنوز معتقدم اون آثار برای ایشون بوده، برای صدای ایشون ساخته شده. اما معذرت میخوام برای ساختش. ببخشید منو، ببخشید که براتون کیو کیو بنگ بنگ ساختم، ببخشید که براتون آخرین خبر ساختم، ببخشید که براتون شب سپید ساختم. معذرت میخوام، ببخشید. این ته ظلمه، ته بی انصافیه، ته نامردیه. برای خراب کردن همکاران خانم آتشین و آباد کردن فقط یک نفر، مردم خواب نیستن، مردم بیدارن. این نمایش غم انگیزی بود همای سرشار. شما سطح ادبیتون در کتاب خاطرات زنده یاد آقای شعبان جعفری برای اهل ادب مشخصه، مسلمه. سطح ادبی شما فرهیختگان جامعه، سطح
سواد شما و سطح ادبی شما رو میدونم. پس ما لازم نیست راجع به شما صحبتی بکنیم. اما کوچک کردن دیگران برای بزرگ کردن دیگران اصلا راه مناسبی نیست. اگر فکر کردیم با کوچک کردن من شما تونستی کاری انجام بدی، خیر، خانم آتشین خودش بزرگ هست، نیازی نداره که منو کوچیک کنی که بخوای ایشونو بزرگ کنی، ایشون بزرگ هست. اتفاقاتی در گذشته افتاده، من فقط الان چون قول به شما داده بودم اومدم که در مورد این سطح این مصاحبه اول با شما حرف بزنم، به شما بگم که آیا به سبک مثلا دوتا خانوم نشستن انگار رخت چرکاشونو میشیرن، این خیلی زننده است، خیلی زشته، خیلی بده. این رفتار بسیار بده. مردم ایران الان معترضن به گرانی، گرانی داره بیداد میکنه. مردم گرسنن ولی آگاهن. قرار نیست اگه گرسنه باشن آگاه نباشن. البته من نمیگم همه مردم گرسنن، خیر، وقتی بخش فقیر جامعه درسته که گرسنه است، ولی دور از جون دور احمق که نیستن مردم. چطور شما فهم کنی رفتارهای شما رو متوجه نمیشن؟ در مورد همکاری من با خانم آتشین چگونه آغاز شده، چجوری به انتها رسیده، میام دوباره با شما صحبت میکنم، با شما حرف میزنم. قراره که یک گفتگو با آقای شهرام همایون داشته باشم، مفصل در این مورد صحبت کنم. قصد جواب دادن ندارم، من جوابی ندارم به جز همون عذرخواهی که کردم. فقط یه چیزی رو در انتهای این بخش میخوام به شما بگم و اون اینه که دشمن درست کردن به سبک هما سرشار برای خانم آتشین انتهای سیاهی و تاریکی بود. شما ایشون رو آوردین جلوی تلویزیون، پق باعث شدین خودکشی کنه جلوی صفحه تلویزیون و این ظلمی بود که شما به ایشون کردین. آقای کیمیایی، خانم سرشار، من فکر نمی کنم اصلا شما رو در حد خودش بدونه، اصلا در حد خودش نمیدونه شما رو آقای کیمیایی. اینکه کی شما رو کیو معتاد کرده، آخه متاسفم من فقط متاسفم برای این اتفاق زننده‌ای که افتاد و به نظرم احساسات مردم رو جریحه‌دار کرد، مردم رو ناراحت کرد. اون تلویزیون من و تو، اینم بگم و بعد باهاتون خداحافظی می‌کنم، خیلی مهمه، خوب گوش کنید. نمیدونم چند سال فعالیت میکنه. اینایی که برای من دوستانم میفرستن، منتخبی از ترانه‌های خانم مهستی رو پخش میکرده، 10 تا آهنگ برتر. یکی از کاراشون کاری بوده که من براشون ساختم و خواننده ها رو آوردن جلوی صفحه تلویزیون که بگن ما نمیدونیم این آهنگو کی ساخته. چطور ممکنه هم چیزی نمیدونیم کی ساخته؟ باشه، ندونیم کی ساخته، من ساختم زنجیر عشقو، من ساختم. شما 15 ساله، نمیدونم 12 ساله، نمیدونم، نهایت دشمنی رو با من در این تلویزیون کردین. من صاحبان این تلویزیون رو اصلا از نزدیکم تا الان ندیدم، دشمنی هم نمیدونم برای چی با من دارن. شما فکر کنید، بگین چرا این تلویزیون با من دشمنه، چرا منو سانسور کرده در این سالها. شما بگین تلویزیون من و تو به چه دلیل آلبوم درخشان طعم رویا با ایرج جنتی عطایی که عزیز منه، بزرگ منه، من منتشر کردم رو ضعیف ترین آلبوم سال معرفی کرد
و زرشک طلایی داد به آلبوم طعم رویا. چرا این سطح دشمنی از کجا میاد؟ چه کسانی پشت این قضايا هستند؟ این تلویزیون منتسب به کیست؟ به کجاست؟ این سطح از دشمنی تو چه حد میتونه وقیحانه باشه که شما 15 سال یه خواننده رو تمام آثارش رو سانسور کنی و به بدترین شکل بهش بی احترامی کنی و این گفتگو رو با 250,000 دلار پول ترتیب بدی؟ که من فکر میکنم خانم آتشین برای خوندن 2 ساعته روی صحنه یه ساعتی همچین پولی بگیره، ولی برای گفتگو 250,000 دلار پول بدی که منو شهیار و زویا و مسعود کیمیایی رو خراب کنه؟ این دلیلش چیه؟ شما فکر کنین به این مسئله. و من دوباره میام برای شما یه قصه تعریف میکنم، قصه ای که فکر میکنم لازمه بدونین، قصه ای که از ابتدا تا انتها فقط همای سرشار بی کسی که شما گفتی فکر میکنی از بی کسیه که رفتی سراغ مهرداد. ایشون بزرگترین اسم رو با خودش به همراه داشت، گوگوش. این اسم انقدر بزرگ بود که ایشون تنها نمونه. منوچهر چشم‌آذر دوست قدیمیش، مارتیک دوست قدیمیش، حسن شمعی‌زاده دوست قدیمیش، زویا زاکاریان دوست قدیمیش، شهرام شب‌پره دوست قدیمیش، اینا هیچ کدوم نبودن. بی کس بود که اومد سراغ من. نه، ترانه کیو کیو بنگ بنگ بود، براتون یه بخشی از کتاب زویا زاکاریان رو استوری کردم که ببینید، توی پستام هم هست، در کتاب نوشته چرا خانم آتشین اومده سراغ من. در آینده میام مفصل مفصل از ابتدا تا انتها رو صادقانه، همونجوری که الان نشستم بدون نور و بدون سر و صدا و بدون منظره و بدون قیچی و بدون توهین به کسی، بدون اینکه بخوام کسی رو خراب کنم. خانم سرشار، ما دشمن خانم آتشین نیستیم، اینو بدونین. شما دشمن ایشون هستی که باعث شدی جلوی دوربین تیر خلاص بزنه به خودش. شما باعث شدی و اون تیم تبهکاری که اگر نام ایشون، نام خانم آتشین کنارشون نباشه، از فردا کسی جواب سلامشون هم نمیده. یک تیم تبهکار با اهدافی که مشخصه. همه یه طرفداران خوب خانم آتشین ناراحتن، مردم ناراحتن، جامعه هنری ناراحته، رسانه ها ناراحتن و این کاریه که و این بلاییه که شما سر ایشون رو بردین. و ایشون هم خودش البته استعدادش رو داشته که تن به این قضایا بده و حرفایی بزنه که خودش، اول از همه خودش رو آزار بده و همکارانش رو آزار بده و بعد با شعور مردم خوب ما بازی بکنه. میام دوباره میام در چند روز آینده، ولی می نویسم قبلش، می نویسم که چه روزی میام و یه قصه ای رو از ابتدا تا انتها برای شما تعریف میکنم. من خیلی دوستتون دارم، از همه حمایتاتون ممنونم. میدونم شما هم مثل من دلشکسته هستین، اما میزان اون دلشکستگی رو من نمیتونم برای شما توضیح بدم. خیلی بی‌انصافی خانم سرشار و خانم آتشین، هر دو خیلی بی‌انصافی. دمتون گرم. همین، دوباره بعدم میام پیشتون باهاتون حرف میزنم. عاشقتونم.